همکاری با جهان غرب. اکنون که ایران در حال ویرانی است و رو به نابودی می رود، اندک اندک جهان غرب به سهم و نقش ما در حفظ تعادل بین‌المللی و تعلق ما به دنیای آزاد، هنگامی که من در رأس امور کشور بودم، پی می برد. میان ایران و جهان غرب نه تنها پیوندهای استوار نژادی، فرهنگی و مرامی وجود داشت، بلکه همبستگی و منافع مشترک اقتصادی نیز ما را به یکدیگر متصل و مربوط می کرد و ما به خوبی می دانستیم که اگر اروپا دچار بحران شدید شود، ایران از آثار و نتایج آن برکنار نخواهد بود. ایران یکی از کشورهای دموکراتیک غرب بود و پیوندهای بسیاری ما را به اروپا مربوط و متصل می کرد. حجم مبادلات ایران با اروپای غربی از جمله فروش نفت، خرید کالاهای سرمایه‌ای و اجرای قراردادهای عمرانی پیوسته در حال افزایش بود. پایان اجرای شاهلوله دوم گاز باعث می شد که ایران بتواند سالیانه 13 میلیارد متر مکعب گاز از طریق اتحاد جماهیر شوروی به اروپا صادر کند و ما برای 300 سال ذخایر گاز کافی داشتیم. تحقق این طرح، همکاری اقتصاد میان ایران، اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی و اروپای باختری را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌داد. پس از خرید قسمتی از سهام کروپ و بابکوک، من قصد داشتم میزان مشارکت دولت ایران را در مؤسسات اقتصادی بزرگ بین‌المللی باز هم افزایش دهم. به عنوان مثال، ما قصد داشتیم در ایران نوع جدید لوکوموتیو برقی با تلفیق الگوهای آلمانی و سوئدی بسازیم. من می‌خواستم ایران را در مدیریت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی شریک و سهیم و از پیشرفته‌ترین تکنولوژی بهره‌مند سازم. تمام این طرح‌ها برای ایران موجب درآمدهای بسیار و سودآور بود. از جمله در صنایع پتروشیمی ما از سرمایه‌گذاری‌های خود انتظار درآمدهای قابل ملاحظه‌ای داشتیم. همکاری اقتصادی با ایران یکی از عوامل ثبات اقتصادی اروپای غربی بود و به کشورهای این منطقه امکان می‌داد در مقابل خرید نفت، کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی خود را به ممالک نفتخیز صادر کنند. سیاست همکاری و تفاهم و اتحاد ما با کشورهای ساحل خلیج پارس و اقیانوس هند بر منافع مشترک و احترام متقابل نسبت به اصول حقوق بین‌المللی استوار بود و موجب تحکیم روابط این منطقه حساس با دنیای غرب می شد. کشورهای غربی نه تنها به لحاظ نوع دوستی و رعایت اصول انسانی، بلکه از نظر حفظ و صیانت منافع خود باید به حل و فصل مسائل و مشکلات کشورهای بسیار فقیر و عقب مانده جهان توجه خاص و فوری مبذول دارند. چنان که بارها گفته و نوشتم، اگر یک نهضت جهانی برای کمک به کشورهای تهیدست جهان تحقق نیابد، وقوع یک فاجعه بین‌المللی غیر قابل اجتناب خواهد بود. ما برای نجات جهان از این فاجعه تنها به حرف اکتفا نکردیم و هرچه در امکان داشتیم انجام دادیم. تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. یکی از اشتباهات دوران سلطنت من، تشکیل حزب رستاخیز در اسفند 1352، 4 مارچ 1974 بود که به توصیه من صورت گرفت. هدف من از این پیشنهاد آن بود که همه گروه‌های صنعتی و اجتماعی بتوانند آزادانه در این حزب عقاید و نظرات و انتقادهای سازنده خود را ابراز دارند و از طریق این حزب همگان در اداره امور مملکتی شریک و سهیم شوند و امکان شناسایی استعدادها فراهم شود. میل داشتم حزب رستاخیز ملت ایران یک مکتب آموزشی سیاسی و تربیت استعدادها و گسترش حس مسئولیت اجتماعی باشد. تشکیل این حزب به موازات اجرای سیاست عدم تمرکز اداری صورت گرفت. هدف من آن بود که رستاخیز عامل تحکیم مبانی وحدت ملی و در حقیقت مکمل سیاست عدم تمرکز باشد. آرزو داشتم زنان و مردان ایرانی با حس تحرک و دلبستگی خود به ایران زمین از حزب رستاخیز سازمانی فعال و فراگیر و مؤثر به وجود آورند. متاسفانه این تجربه با ناکامی روبرو شد. پرزیدنت انور سادات نیز در مصر ناچار شد حزب واحد را از میان بردارد و کشورش را به نظام چند حزبی برگرداند.
قدر مسلم این است که حزب رستاخیز ملت ایران در تحقق هدفهای خود توفیق نیافت و نتوانست با آرمان همکاری و گفت و شنود ملی و بسیج همه نیروهای جامعه در راه ترقی وطن جامعه عمل بپوشاند. ناگفته نماند که زنان و مردان بسیاری به خصوص در میان جوانان با شوق و شور در این حزب فعالیت کردند. ناکامی دیگر سیاست ما آن بود که در آماده سازی و تربیت کادر لازم برای اداره امور مملکت توفیق کامل به دست نیاوردیم. البته این عدم توفیق موقت و در حال رفع بود، ولی موجب بروز مشکلات و برخوردهای اجتماعی و انسانی شد. همچنین سیاست تأمین مسکن ما مقرون به توفیق نبود و یکی از تنگناهای پیشرفت ملی محسوب می شد. مبارزه با زمان. پیشبینی من آن بود که ما خواهیم توانست در ظرف 3 یا 4 سال بر این مشکلات فائق آییم. مدارس عالی فنی ما می توانستند طی 4 سال 4 دوره فارغ التحصیل به جامعه تحویل دهند و تعداد زیادی متخصص فنی در سطوح پایین تر می بایست به بازار کار وارد شوند. طی این 3 یا 4 سال تولید فولاد کشور به 10 میلیون تن در سال بالغ شود. تولید فرانسه 25 میلیون تن است و این برنامه تولید ما برای اواخر قرن 20 بود. در این مدت تأسیسات بندری عظیم چابهار در نزدیکی مرز پاکستان و نیز تأسیسات بندر عباس به پایان می رسید و حتی کشتی های 500 هزار تنی می توانستند در آنجاها پهلو گرفته و یا در خشکی تعمیر شوند. در این مدت برنامه های بزرگ دیگری نیز چون توسعه خطوط آهن و ساختمان شاهراهای سرتاسری به ثمر می رسید. ما آماده بودیم که هر روز 5 تا 6 میلیون بشکه نفت از چاه‌های خود استخراج و صادر کنیم تا با عواید آن بتوانیم زیربنای لازم را برای ورود به قرن 21 به وجود آوریم. مبارزه من مبارزه با زمان بود که شاید اکنون همه متوجه مفهوم و هدف آن بشوند و دریابند چرا انقلاب در سال 1357 وقوع یافت و همه چیز را متوقف کرد. اگر برای من این امکان باقی می ماند که دوران کوتاهی را که در پیش داشتیم بدون دشواری عمده و با کامیابی بگذرانم و به سرمنزل مقصود برسم، ملت ایران از قدرت و رفاه بیمانندی برخوردار می شد. باید قبول کنم که برای دفاع از کشور خود و نظام سیاسی آن در مقابل دروغ پردازی ها و تبلیغات سوء کار مهمی انجام ندادیم. اکنون من به خوبی متوجه شدم که چه برنامه و ترتیبات وسیع و حساب شده‌ای بر ضد ما به مرحله اجرا درآمد. من آنچنان به خودم اطمینان و اعتماد داشتم که به حملات و اهانت‌ها و دروغ پردازی‌ها اعتنایی نکردم و سرانجام زنان و مردان و به ویژه جوانان بسیاری دستخوش تبلیغات سوء و انحرافی شدند. بخش بزرگی از جوانان ایران متوجه هدفها و آرمانهای من نشدند و شاید امروز دریافته باشند که چه اشتباهی کردند. در 28 مرداد 1357، 5 اوت 1978 به ملت ایران وعده دادم که انتخابات صحیح و آزاد در پایان دوره قانونگذاری انجام خواهد شد. در آن موقع ایران حکومتی توانا و مسئول داشت، ولی امروز مسئول امور کشور کیست؟ هنگامی که این سطور را می نویسم، قانون اساسی ایران پایمال شده و هیچ چیز جای آن را نگرفته است. مجلسی به نام خبرگان مرکب از 73 نفر که 60 تن از آنان ملا هستند به تدوین اصول و موادی سرگرم است که کمترین ارتباطی با دموکراسی و تحقق حاکمیت ملی ندارد. به محض اینکه من وعده تحقق انتخابات آزاد را به ایرانیان دادم، یک بسیج همگانی بر ضد این سیاست آغاز شد، زیرا نمی‌خواستند ملت ایران آزادانه رأی و نظر خود را ابراز دارد. من اطمینان دارم که انجام انتخابات آزاد به استقرار و تحقق یک دموکراسی واقعی منتهی می‌شد، زیرا همه مبانی آن آماده شده بود. از آنجا که ما با هدف خود یک قدم بیشتر فاصله نداشتیم، لازم بود که مانع پیروزی ما شوند و چنین شد. بدین سان مرتجع ترین و فاسد ترین عناصر با گروه های چپ افراطی هم داستان و همراه شدند تا سدی در مقابل پیشرفت ایران و تحقق حاکمیت کامل ملی به وجود آورند.
مرا متهم کردند که می‌خواستم ایرانیان را علی‌رغم خواست خودشان خوشبخت کنم. هدف من آن بود که ایرانیان را علی‌رغم دشمنانشان، علی‌رغم ائتلاف عوامل مخرب، به رفاه و خوشبختی برسانم، نه علی‌رغم میل و اراده خودشان. برای جلوگیری از توفیق من، مرتجع‌ترین و متعصب‌ترین عوامل مذهبی که رویه و رفتارشان با نص و روح اسلام منافات کامل دارد، با مخربان حرفه‌ای، آدمکشان و غارتگران ائتلاف کردند و بدین ترتیب اتحاد نامقدس و شوم سرخ و سیاه برای ویرانی و نابودی ایران به وجود آمد و کار خود را آغاز کرد. قسمت چهارم، اتحاد لعنتی سرخ و سیاه. فصل اول، نقش وسایل ارتباط جمعی. طی سال اخیر وسایل ارتباط جمعی نقش قابل ملاحظه‌ای در جریان‌های سیاسی ایران ایفا کردند که متاسفانه در بسیاری از مواقع با واقع‌بینی و حقیقت‌گویی همراه نبوده است. من کاملاً قبول می‌کنم که خبرنگاری که به ایران اعزام شده برای تهیه مقاله و گزارش خود اتفاق کوچک یا اغتشاشی را بزرگ جلوه دهد، اما نمیتوانم بپذیرم که 3 کشته و 10 زخمی یک حادثه به 10 کشته و 100 زخمی تبدیل شود. متاسفانه در طی دوران نابسامانی اوضاع ایران، وسایل ارتباط جمعی عالماً و عامداً به بزرگ کردن وقایع و تحریف حقایق پرداختند و افکار عمومی را متشنج و بر ضد ایران بسیج کردند. البته این رویه تازگی ندارد و مبارزه بعضی از وسایل ارتباط جمعی با ایران در سال 1337 و از هنگامی آغاز شد که ما کوشیدیم حاکمیت خود را بر صنایع نفت مستقر کنیم. این مبارزه پس از سال 1352 و کوشش من برای فروش نفت به قیمتی عادلانه روز به روز شدت یافت. من فراموش نمی کنم که بعد از نطق موهن و تهدیدآمیز آقای سایمن، وزیر دارایی وقت آمریکا، درباره من و سیاست کشورهای صادرکننده نفت، لحن مطبوعات غربی به تدریج تغییر یافت و مرا مسئول افزایش قیمت نفت و گناهکار اصلی دانستند. کوشش کردند نارضایتی قابل فهم مردم عادی کشورهای غربی و از جمله رانندگان وسایل نقلیه را از گرانی قیمت بنزین به طرف من منحرف کنند و مرا مقصر معرفی نمایند. اتومبیل رانان غربی فراموش می‌کردند که قسمت اعظم قیمت بنزینی که مصرف می‌کنند یا عوارض و مالیاتی است که نصیب خزانه عمومی کشورشان می‌شود و یا سودی است که عاید شرکت‌های بزرگ نفتی می‌گردد. نفع همه در آن بود که مسئولیت خود را پنهان کنند و شاه ایران را مقصر جلوه دهند. شاید کمتر کشوری به قدر ایران جوانان خود را به تحصیل در ممالک غربی، مخصوصاً ایالات متحده آمریکا، تشویق کرده باشد. همه این دانشجویان توقعات بیشتری داشتند و غالباً فراموش می‌کردند که از امکانات و وضع استثنایی برخوردارند. در پاییز 1356، هنگامی که به اتفاق شهبانو در ایالات متحده آمریکا بودم، در ویلیامزبورگ صدها دانشجوی ایرانی در مقابل اقامتگاه ما تظاهرات گرم و پرشور و محبت‌آمیزی نسبت به من انجام دادند. من به میان آنان رفتم و با تنی چند به گفتگو پرداختم. کمی دورتر چند نفر نقابدار با پرچم و علامت داس و چکش بر ضد من تظاهرات می‌کردند. چرا آنها نقاب به صورت داشتند؟ به گفته مطبوعات غربی از بیم ساواک، ولی حقیقت آن بود که اکثر آنان ایرانی نبودند و آشوبگران حرفه‌ای بودند که در مقابل دریافت مزد به تظاهرات می پرداختند. حقیقت این است که در این تظاهرات تعداد طرفداران من 500 نفر و شمار مخالفان حدود 50 تن بودند. فردای آن روز در مطبوعات تعداد تظاهرات کنندگان معکوس بود. شمار موافقان را 50 و مخالفان را 500 تن اعلام کرده بودند. هنگام ورود ما به واشنگتن، 1000 تن از ایرانیان مقیم آمریکا به استقبال ما آمده بودند. بار دیگر چند تن آشوبگر نقابدار با چوب و چماق و زنجیر به ایرانیان حمله کردند. باز هم مطبوعات آمریکا به طرفداری از مهاجمین پرداختند.
حتی یکی از آنها سوال کرد چه کسی به طرفداران شاه مزد می دهد، اما هیچ کس نپرسید آشوبگران از کجا می آیند و چه کسی آنها را رهبری می کند. واقعیت این است که چه در داخل و چه در خارج کشور، کوشش بزرگی برای انحراف و مشوب کردن اذهان جوانان و دانشجویان ما به عمل آمد که آنان را به اغتشاش و براندازی تشویق کنند. شنیدم که هزینه این برنامه تخریبی که نزدیک به 250 میلیون دلار بود از طرف دولت لیبی تامین گردید. رویه بنگاه سخن پراکنی انگلستان یعنی بی بی سی نیز شگفت‌آور بود. از آغاز سال 1978 برنامه‌های فارسی این بنگاه صریحاً و علناً در مخالفت و ضدیت با من تنظیم می‌شد. گویی یک دست نامرئی همه این برنامه‌ها را تنظیم و رهبری می‌کند. من فکر می‌کنم که بعضی از جراید غربی با ذکر ارقام دروغین درباره کشتگان حوادث مختلف و تخریب حقایق فقط قصد داشتند میزان فروش خود را بالا ببرند. چگونه می‌توانیم در این رهگذر به وضع خاص پیرمردی که در نوفل و شاتو منزل داشت و از این دهکده علناً با استفاده از وسایل ارتباط جمعی جهان غرب ایرانیان را به آدم کشی و شورش دعوت می کرد اشاره ای نکنیم؟ می دانم که بسیاری از فرانسویان از این وضع ناراضی و ناراحت و متعجب بودند و هستند. هنگامی که پیرمرد مورد اشاره از عراق اخراج شد، من می توانستم از دولت فرانسه بخواهم که مانع فعالیتش بشود، ولی می دانستم که این تقاضا حاصلی نخواهد داشت، زیرا این پیرمرد بازیچه ناتوانی در دست دشمنان خارجی ایران بود و بس. البته باید گفت که بسیاری از روزنامه نویسان با شرافت و صداقت با خونسردی حقایق اوضاع ایران را بازگو کردند. در زمان سلطنت من همه خبرنگاران خارجی چه موافق و چه مخالف می توانستند آزادانه به ایران بیایند و هرچه می خواهند بنویسند. راستی چه هیاهویی به پا می شد اگر در آن زمان دولت ایران محدودیت‌های مشابه آنچه امروز هست برای آنان به وجود می آورد. در آخرین هفته‌های سلطنت من، رادیو و تلویزیون ایران اخبار و تصاویر همه تظاهرات داخل مملکت را پخش می کردند. قبل از پایان این فصل باید به جرایدی اشاره کنم که با شرافت و واقع‌بینی هشدارهای مرا درباره آینده منعکس کردند. به عنوان مثال در پاییز 1356 آرنو دو بورگ گراو خبرنگار مجله نیوزویک با من مصاحبه‌ای کرد و نظر مرا درباره سناریویی که در دانشگاه‌های جنگ اروپا مطرح شده بود پرسید. سناریو این بود: یک رژیم دست چپ افراطی در ایران مستقر شده و در مقابل احساس خطر از شوروی تقاضای کمک می‌کند. شوروی‌ها قبول کرده با یک لشکرکشی برق‌آسا از دریای خزر تا خلیج فارس را تحت تصرف و کنترل خود در می آورند. خبرنگار نیوزویک از من پرسید: به عقیده شما با توجه به رویدادهای ویتنام، زئیر، آنگولا و غیره عکس العمل ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود؟ پاسخ دادم: بسیاری از آمریکایی‌ها، حتی بعضی از اعضای مجلسین آن کشور ظاهراً اطلاع ندارند که ایران و ایالات متحده یک قرارداد دو جانبه بسیار مهم با یکدیگر امضا کردند که طبق آن آمریکا موظف است در صورت که یک کشور کمونیست یا تحت نفوذ کمونیست‌ها به ایران حمله کند به کمک ما بشتابد. پس باید ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیرد که به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا نه. ما ایرانیان هرگز از انجام تعهدات خود سر باز نخواهیم زد. خبرنگار نیوزویک مجدداً اصرار کرد و گفت: آیا تصور نمی‌کنید که ممکن است در صورتی که خطری متوجه تأمین نفت مصرفی کشورهای غربی نشود، ایالات متحده به نحوی با مسکو توافق نماید؟ پاسخ دادم: باید دانست در چه هنگام و به چه قیمت آمریکاییان از خود عکس العمل نشان خواهند داد و خطر جنگ را خواهند پذیرفت. این یک نکته روشنی نیست و بستگی به برداشت شما آمریکایی‌ها از چگونگی تأمین منافع خودتان دارد و احترامی که برای انجام تعهدات خود قائل هستید. آیا قبول خواهید کرد که یک رژیم مستقل متحد و دوست شما سرنگون شود؟ خبرنگار نیوزویک سپس
این نکته را یادآور شد که مجموع دیون کشورهای توسعه نیافته به ممالک پیشرفته به 250 میلیارد دلار بالغ می شود و اضافه کرد که سه کشور سوئد، کانادا و هلند قبول کردند که از دریافت نزدیک به 1 میلیارد دلار از مطالبات خود چشم بپوشند و به این ترتیب کشورهای بدهکار امیدوارند به لغو کلیه تعهدات خود نسبت به بستانکاران توفیق یابند. من در این زمینه ابراز شک و تردید کردم و گفتم من به توفیق گفت و شنود شمال و جنوب امید بسیار داشتم. متاسفانه این مجمع به بیان شکوه ها و شکایت ها گذشت. در حال حاضر دنیای غرب در آن حد از توانایی نیست که از وصول مطالبات خود چشم بپوشد. ولی اگر در پایان قرن حاضر آیین نوینی در مناسبات و روابط اقتصادی میان کشورهای پیشرفت و ممالک عقب افتاده به مرحله اجرا در نیاید و مشکل دویون به نحوی حل نشود، خطر بروز جنگ وجود خواهد داشت. نه منطقی است، نه قابل قبول و نه منطبق با اصول اخلاقی که 90% از منافع ثروت جهان فقط در اختیار 10% از نفوس کره زمین باشد. پس از آن برای مجله نیوزویک عقاید شناخته شده خود را در این زمینه بازگو کردم. توزیع مجدد ثروت‌های موجود مطرح نیست، چرا که مشکل را فقط برای 4 یا 5 سال حل خواهند کرد. باید به کشورهای در حال توسعه کمک کرد که از حالت عقب افتادگی خارج شوند و برای خود منابع جدید ثروت به وجود آورند. ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپای باختری و ژاپن بیش از سایر ممالک به انجام این برنامه کمکی قادرند. حتی شرکت‌های چند ملیتی که تاکنون رویه سیاسی کوته بینانه داشتند می‌توانند در این رهگذر مفید واقع شوند. قبلاً چندین بار یادآور شده بودم که کشورهای کمونیست نیز می‌توانند در این زمینه نقش و سهمی مفید و مؤثر داشته باشند، زیرا آنها هم دارای منابع عظیم ثروت هستند و از یک تکنولوژی پیشرفته برخوردارند که آن را به قیمتی مشابه آمریکا، نه ارزان، به کشورهای جهان سوم می‌فروشند. اکنون نیز عقیده دارم و می‌گویم که کشورهای کمونیست نیز باید در جستجوی یک راه حل جهانی برای مشکل تأمین نیرو شریک باشند و مانند اروپای غربی و ژاپن قبول مسئولیت نمایند. البته بیان حقیقت آسان و دفاع از آن کم خطر نیست.